خلاص تخرح من ودي هات مكتب سعيد هسه مهدي يقول خلينا نغبي ثاني زیاد دارید اعتراض زیاد دارید من خواهشم این هر طور خودتون راحتید تو این گرما ما خدمت شما رسیدیم حرف شما رو بشنویم هر طور خودتون راحتید نه خیلی نزدیک هر طور خودتون راحتید میخواید بشینید میخواید سر پا باشید هر مدلی که میخواید بگید ما این برنامه رو شروع بکنیم حرفاتون رو بشنویم که انشالله به یه نتیجه مشخص و روشنی برسیم هر موقع ما اعتراض کردیم مسائل ما رو امنیتی کردن اسدبک شاکی ما میشه خرم‌آباد میریزن سرمون الله اکبر بابا مگه کی شاکی ماه چطور میشه همه حمله میکنن سر و کارگرا فعالین کارگری کارگر میمیرد زلت نمیپذیرد کارگر میمیرد زلت نمیپذیرد اموال شرکت رو دارن غارت میکنن خودمون نباشیم ول معطلیم آقا امروز اگر میگیم آبیار کار بکنه ما ازش خواهش میکنیم میگیم آبیار کار بکنه تو این گرما با این لباس تو این شهر با این وضعیت آب و هوایی با این فاصله اجتماعی ما در کنار همین و بقای هفته پر رو خواستیم با این گرسنگی هم همو آقایون من گلایه مندم از این آقایون دیر آمدن اما آمدن اخراجی های دفعات کسانی که دو سال نیم قرارداد ندارن تعیین تکلیف بشن مطالبات کارگری حق عیابزاب هم حق همسر بدی آب هوا من پیرنم خیس عرق شده این عرق من باید اون عرق بر پیشانی مسئولینی بشینن که منو به این روز انداختن آقایون مجلسی آقایون مجلس نشینان آقایون خانه ملت به داد کارگران مظلوم هفت‌تپه برسید از آقای رئیسی که میگه کسی که افشاگری کنه یک فسادو باید دستشو ببوسن رئیسی بچکن حمایت حمایت رئیسی بچکن حمایت حمایت رئیسی بچکن حمایت حمایت آقا این عدد و رقم تولید شکره اسناد اصلی تولید شکره که قبل از خصوصی سازی ما چه تولیدی داشتیم الان چه تولیدی داریم اصل خصوصی سازی اینجا بیلان کاریش معلومه که اینا اومدن چی کار کردن چه مصیبتی رو به هفت‌تپه وارد کردن این مسئله ما تقدیم میکنیم فردا این آقا نگه نمیدونم همه میدونن هفت‌تپه چه خبره فقط میخوان بیان سوار این موج هفت‌تپه بشن آقای گبومر ما کمکتون نمیخوایم بر علیه ما کاری نکن کسی حق نداره اگر برای هر کدوم از شما به دلیل اعتصاب و اعتراض به حق کسی پرونده درست بکنه کسی اخراج بکنه کسی بخواد حکمش انداخت بزنه حتما ما به او برخورد کنیم همه